آقا امروز یه ریور به فوقلاده براتون آوردم که اکثر تنظیم کننده های هرفهی و برند و مارکتی از این ریور استفاده میکنن که صدا از این تو این روزایی که نگات سمت یکی غیر منه تبدیل بشه به این تو این روزایی که نگات سمت یکی غیر منه درد سلام بچه ها خیلی چاکرم ریورب یه امر کاملا حیاتی برای وکال یا سازاتون یا حالا اینسترومنت هایی که دارید داخل تعظیمتون استفاده میکنید هست ولی خیلی باید دقت بکنید که خوشمندانه ازش استفاده بکنید چون ریورب همون جوری که کارتون رو قشنگ میکنه میتونه کارتون هم به گند بکشه و کثیف کنه. دقیقا عین یه تیغ دولب است پس انتخاب درست ریور و استفاده کردن از اون ریور بسیار مهمه و باید اه، خیلی با دقت و با علم انجامش بدید نه اینجوری الا وقتا که هرچی شد بندازی رو وکال و ببینی صدا همون میشه ماشالله ای والله قشنگ شد بریم تو کارش نه باید خیلی تر و تمیز و خیلی به پارومتر... پارامتراش دقت بکنید ببینید چه المانایی داره و قرار این المانا برای شما چی کاری رو انجام بدن حالا من یه ریورب خیلی عالی براتون پیدا کردم بدونی هیچ حرف اضافه بریم سراغ آموزش که دیگه از این به بعد از این ری... ریورب استفاده بکنید پس با من بیا داخل نرم خب بچه ها. پلاگینی که میخوام بهتون معرفی بکنم پلاگین بی ایکس آورا هست میتونید الان راحت را پیداش بکنید چون من خیلی وقت درگیرش بودم کرکش هم خیلی ساده است بعد از اینکه اومدیم روی لاین وکالمون اون چیزایی رو که میخواستیم لود کردیم علاوه که میخواستیم سر وکال اصلیمون بیاریم آوردیم میایم تو لاین بغلش این پلاگین و بی ایکس رو لود میکنیم و با این تنظیمات یه ریورب خوشگل بهش میدیم که اسپیسش رو این مودش رو میزنیم روی اسپیس لوکاتش هم به این شکل میذاریم روی پست با 120 و کات میزنیم و این دکمه سینک رو روشن میکنیم میذاریم روی یک چهارم دیفیوژن رو میذاریم روی 51 سایز رو میزنیم روی 89 واید رو میذاریم روی 100 میکس رو باز میبریم تا 100 چون داریم از روش سند ازش استفاده میکنیم نه روش اینزرت پن رو هم تا آخر زیاد کردیم دیکی رو هم گذاشتیم روی 4T که بچه ها ببینید این ام, پری دیلی و دیکی یه کاریو انجام میدن که میبینید کنار هر دوتاشون دکمه سینک هست یعنی این که میان یه حالت ریورب یه دیلی ریورب توری برای شما ایجاد میکنن به دیلی شما مثلا میان ریورب میدن ولی بالعکس میان یه ریورب دیلی تور برای شما درست میکنن که سینک باید باشه با تمپوی شما به خاطر همین ما این دکمه سینک رو روشن میکنیم لو مولت رو میذاریم روی سفت بیست های مولت رو میذاریم روی صفر اینجا درایو رو روشن میکنیم میذاریم روی پست 26 در 26 درصد اضافه میکنیم که یه کاراکتری به صدامون اضافه بکنه دکمه گیت رو هم روشن نمیکنیم چون نیازی بهش نداریم بعد میاییم مثل همیشه لاین اصلیمون رو به ریوربمون روت میکنیم و حدود 38.9 درصد 40 درصد اضافه میکنیم حالا من زیاد اضافه کردم که شما ببینید که چه اتفاقی افتاده اول یه بار وکال خامو گوش میکنیم بدون همه چی البته البته نه بدون همه چی بدون ریورب و دیلی میایم گوش میکنیم کار رو تو این روزایی که نگات سمت یکی غیر منه دیلی و ریورب، اول فقط یه بار با ریورب میذارم بعد دیلی رو بهش اضافه تو این روزایی که نگات سمت یکی غیر منه درد نبودت عزیزم دور من پرسه میزنه حالا با دیلی و موزیک تو این روزایی که نگاه سمت یکی غیر منه یعنی ببینید بچه ها توی خود این ریورب عملیات اکولایز و تر و تمیز کردن خود ریورب رو داره شما نیاز نیست دوباره زیر ریوربتون بیاین EQ باز بکنید یه اکولایزر باز بکنید بخواید اینو تر و تمیز بکنید خودش همه این کارا رو داره انجام میده بدون اینکه بخواید وقت اضافه صرف بکنید حالا مودهای بعدی رو هم من براتون توضیح بدم روم که خب معلومه ریورب اتاقی بهتون میده اسپیس یه فضای خیلی بزرگ سافت یه ریورب نرم بهتون میده اکو که همون حالت دیلی رو بهتون میده ریورس ریورب رو هم که دیگه همه تو میدونید یه ریورب ریورسی هست که قبل از اینکه وکال شروع بشه قبلا باید با بدبختی میساختیمش ولی الان این پلاگین میاد خیلی راحت با یک کلیک برای ما این کار رو انجام میده اون تیکه رو که میخوایم میایم بهش کات میزنیم و این افکت رو روش اعمال میکنیم و خیلی راحت اینو برامون میسازه که توی آموزش های بعدی این رو هم براتون توضیح خواهم داد چیز دیگه نمیمونه که بگم برید حالش رو ببرید خلاصه و از این به بعد از این ریورب استفاده بکنید اگر سبک کاریتون صداتون سلیقتون به این ریورب میخوره و دوست دارید حرفه تر بشید حتما این ریبر رو استفاده بکنید و منتظر آموزش های بعدی ما باشید که خیلی سورپرایزهای های خفنی در مورد آموزش گام به گام آهنگسازی و تنظیم و میکس و مستر برای شما داریم که هیچ سوال مبهمی براتون باقی نمونه برید حال شد